دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. همچنان جلسات لوگاریتممون ادامه داره. اسم جلسمون هست لوگاریتم و عدد یک. علت اسمگذاریمون هم اینه که میخوایم یه شرطی که توی تعریف لوگاریتم وجود داشت و دقیقتر بررسیش نکردیم رو این جلسه دقیقتر بررسی کنیم. اون شرط چی بود؟ اول بذارید یک مرور کلی داشته باشیم. توی جلسات اول لوگاریتم گفتیم که اگر تابع نمایی به این صورت داشته باشیم که f x برابر با a به توان x به قسمی که a بزرگتر از صفر و a مخالف یک باشه، آنگاه تابع معکوسی برای تابع f x تعریف میکنیم از این قرار که این تابع معکوس برابر میشه با تابع لوگاریتم x در مبنای a. ولی توی جلسات قبل دقیق بررسی نکردیم که این شرط مخالف یک اصلا چرا تعریف شده، برای چیه، حکمتش چیه. توی این جلسه میخواییم دلیل تعریف این شرط رو با همدیگه بررسی بکنیم. برای اینکه دلیل رو کشف بکنیم، اول از همه فرض میکنیم که ما واقعا یه تابع لوگاریتمی داشته باشیم. واقعا که نه، ما به صورت فرضی تابع لوگاریتمی داشته باشیم که مبناش یک باشه، به این صورت در واقع که y برابر با لوگاریتم x در مبنای یک. گفتیم که وقتی که اینجوری می نویسیم، این دقیقا معادل اینه که بگیم، در واقع معناش اینه که اگر یک به توان y برسه برابر میشه با x. و ما می دونیم یک به توان هر عددی که برسه حاصلش همون یک میشه. پس اینجا مستقل از این که y چه مقداری داره، x برابر با یک. حالا تعبیر این که x مستقل از این که y چه مقداری داره برابر یکه، این میشه که ورودی تابع لوگاریتم ما وقتی که مبناش یکه فقط میتونه یک باشه، ولی ورودیش که فقط میتونه یک باشه، خروجیش میتونه هر عددی باشه. چرا؟ چون اینجا گفتیم y میتونه هر عددی باشه، y همون خروجی های تابع لوگاریتم مونن، میتونن هر عددی باشن، ولی یک به توان هر عددی برسه باز همون یک میشه. در نتیجه x مون یعنی ورودی تابع لوگاریتم مون فقط میتونه یک باشه. خب یه مقدار بحث برانگیز شد، تابعی که ورودیش فقط میتونه یک مقدار باشه ولی خروجش میتونه مقدارهای مختلف باشه. من اصلا میگم که بچه‌ها این تابع نیست، امکان نداره یه تابعی ما داشته باشیم که ورودیش یه عدد فقط بتونه باشه ولی خروجیش بتونه مقدارهای مختلف داشته باشه. این اصلا مخالف تعبیر تابع است. ولی نمودارش هم میکشم تا به صورت محکمتری بهمون ثابت بشه که چرا این مخالف تعبیر تابع است. بچه‌ها ببخشید من این جلسه خطم یه مقدار بدتر شده، چون یه مقدار دستم درد میکنه. نمیگم خطم بد شده، میگم بدتر شده. صداقت دارم با خودم لاغر. خب گفتیم که ورودی تابع لوگاریتممون فقط میتونه یک باشه در صورتی که مبناش یک باشه، اما خروجیش میتونه اعداد مختلف باشه. در واقع به عبارتی ما شکلمون به نمودارمون به این صورت در میاد اگر تابع لوگاریتمی داشته باشیم که مبناش برابر با یک باشه. قرار بود این خط عمود باشه، تقریباً عمود هم هست. چه اتفاقی افتاد؟ نمودار تابع لوگاریتمی که مبناش یک باشه یک خط موازی محور ایگره کاش. خب حالا من میگم که اصلا نمودارمون، این نمودار نمودار یک تابع نمیتونه باشه، چون اگه یادتون باشه توی مبحث تابع گفتیم که یک ورودی یک رابطه در صورتی تابع است که اون به ازای هر ورودی تنها یک خروجی تولید بشه. و این تعبیر مصور یا تعبیر نموداریشی می شد که شما اگر خطی موازی محور ایگرگ ها بکشید، اون نمودار تابمون رو فقط توی یه نقطه قطع کنه. حالا من اگر اینجا خطی موازی محور ایگرگ ها بکشم در نقطه x برابر با یک، چه اتفاقی می افته؟ دقیقا اون خط میفته روی نمودار تابمون، یعنی اونو در بی نهایت نقطه قطع میکنه. پس از روی نمودارم میتونیم تشخیص بدیم که این تابع این رابطه در واقع تابع نیست. این رابطه که لوگاریتم بر مبنای یک باشه ما فرض کردیم وجود داره، حتی اگه وجود داشته باشه تابع نیست. پس اصلا ما نمیتونیم بگیم که این لوگاریتم در مبنای یک معکوس یک تابع نمایی بوده. در واقع علت این شرط هم این بوده. علت این شرط از اینجا اومده که اگر مبنامون یک باشه، آنگاه رابطه لوگاریتمی که به دست میاریم مثلا رابطه یک تابع نیست. و ما هدفمون این بود که تابع لوگاریتمی تعریف کنیم تو این جلسه. پس چی شد؟ دقیقا ما یک رو به این علت گذاشتیم که آ مخالف یک باشه،
چون به ازای آ برابر یک رابطه لوگاریتم اصلا رابطه یک تابه نیستش. ما یه بررسی خیلی کوتاه، خیلی هم کوتاه نبود، یک بررسی مختصری از این بود که چرا شرط آ مخالف یک رو برای تعریف لوگاریتم در نظر گرفتیم. مرسی که تو این جلسه با من بودید. فعلا خدافظ.